گوهری در دامن زاگرس با حدود 500 کیلومتر مربع وسعت. مردمانی اشایر و عاشق، آریایی و بیریا، مسلمان به نور و مؤمن به آسمان که مردان رشید و زنان صبورش نگینهای درخشان ایران زمین هستند. نجف ناصری از بزرگان بختیاری با 70 سال سن به جمع‌آوری هیزم و جابجا کردن سنگ‌های بزرگ مشغول است. سلام زندگی و سادگی، سلام درخت، سلام رد شدن گله‌ها و چوبان‌ها، زرود روشن و زنگوله‌های بیداری، سلام آتش و کتری، سلام نان برشته که روی توصیه‌ها به قلب تاوه رویای داغ می‌چسبی، سلام تیری تازه. عروس جناب ناصری چون زنان بختیاری هر روز در ابتدای صبح نان مصرفی خانوار را می‌پزد و اگر میهمانی سر برسد گاه تا 3 بار در روز نان پخت می‌کند. در اشایر کار و معیشت یکی دغدغه زودرس برای کودکان محسوب می‌شود. سعادت 4 ساله، نسرین 5 ساله، آزیتا 6 ساله تسمه بافی می کنند. حتی سعادت پاسی از روز را به چراندن بزغاله ها می پردازد. اینجا همه چیز طبیعی است. از نفس کشیدن زمین و نان و شیر تازه تا قلب آدم ها و دست های هنرمند خاتون هایش. اینجا خبری از صنایع ماشینی و کارگاهی نیست. صنایع دستی در جامعه اشایری فعالیتی جنبی و از روی حوصله و عشق است که اوقات فراغت زنان زحمتکش بختیاری را پر می کند. ذهن آدم ها شبیه جایی است که در آن زندگی می کنند. ذهن زنان بختیاری مانند دشت و کوهستان و رودخانه هاست. چشم هایشان به بیکران ها باز است و قلب‌هایشان به دست‌هایشان فرمان بافت می‌دهد. زن بختیاری هنرمندی است تمام عیار که تمام نقوش و رنگ‌ها را از طبیعت می‌گیرد. بداهه، نقش به نقش، تازه به تازه. چگونه بافتن عشق را به دخترکان یاد می‌دهند زنان؟ و عشق میراثی است که بختیاری ها را همیشه زنده و جاری نگاه می دارد. آه.
اینجا حتی اشیاء هم همیشه آماده کوچیدنند. چمدان‌ها، رخت‌ها. دنیا جای دلبستن و ماندن نیست. و این را بختیاری‌ها هزاران سال است که خوب با جان و دل درک کردند. قرن هاست که با کوچ کردنشان تمرین دل نبستن به دنیا می کند. همه چیز اینجا عطر سفر و کوچ می ده. رودها، درختان، سیاه چادرها. عشایر بختیاری سالها قبل از این هر 10 روز یک بار کوچ می کردند. ولی امروزه هر 6 ماه یک بار. نگاه کن که چطور تلاقی نخ و سوزن و دست‌های صمیمی و چرخ خیاطی لباس ایلی را صبور می‌دوزند. ببین و یاد بگیر. عروسکم، گلکم، ببین و قدر بدان. عزیزکم، پسرم. غریبی دلگیر داره آخه این فلک برگردن زنجیر داره فلک برگردن تش و چاله نسیم و نفس مادر در گذر از تش روح است که توجه به خانواده را یادآور می شود. تش به چاله افتاده، یعنی فرزندان از درون خانواده می جوشند و تربیت می شود. دست های منیره را گفته بودم، یادتان هست؟ تا مغز این گردوها به ما برسند، دستان منیره، سعادت، آزیتا، ناهید، آذر و سپهر از لطافت و ظرافت دور خواهد شد. درون بازی امروز کودکان فرداست که دختران همه تمرین مادری دارند و در نگاه پسر طرز و هیبت پدر پیداست. شواهد گوناگون از قبیل کاوش‌های باستانی نشان می‌دهد که سرزمین باستانی قوم لور از 10,000 سال پیش مسکونی بوده است. قوم بختیاری از قدیمی ترین ایلات فلات ایران می باشد که دارای تقسیمات طایفه‌ای سازمان یافته است و به 2 شاخه اصلی 7 لنگ و 4 لنگ تقسیم می شود. هر شاخه از ایل بختیاری به نوبه خود از چند باب تشکیل شده و هر باب از چند طایفه. هر طایفه از چند تیره و هر تیره از چند تش. هر تش از چند اولاد و هر اولاد از چند خانوار به وجود آمده است. خانوار کوچکترین بخش در تقسیمات اجتماعی ایل بختیاری محسوب می شود. به نوعی می توان گفت این قوم عزیز یکی از محکمترین ساختارهای اجتماعی که در آن گروه بندی عمودی در سطوح مختلف در قالب خانواده را دارا هستند. هر چادر مأوای یک خانواده است و هر اردو یا مال مشتمل بر 3 تا 12 چادر یا بیشتر است که خانواده‌ای گسترده به نام اولاد را در این تقسیم بندی ها نشان می دهند.
هرچند در دهه های آغازین قرن حاضر گروه های بسیاری از عشایر ایران یک جانشین شده اند، اما هنوز هم بخشی از ایل بختیاری کوچرو هستند. اگر چه ریشه پی آب می رود به سفر، به هر کجا برود باز می رسد به خودش. نه، ریشه از تنه اش دست بر نمی دارد. قشلاق، کوچ زمستانی بختیاری ها در دشت های شرق خوزستان است و ییلاق کوچی است در بخش های غربی چهار محال بختیاری. به این مسیرهای کوچ در اصطلاح ایل راه می گویند. عشایر کوچرو برای یافتن مراتع مناسب برای دامهایشان ییلاق و قشلاق می کند. ولی امروز بچه های بختیاری در کنار کار درس هم می خوانند و در شش ماهه دوم سال که در قشلاق به سر می برند به مدرسه می روند. اغلب خانه ای در سرد سیر و سایه ای ثابت در گرم سیر ندارند. سبک بار سفر می کند و ساده کتاب زندگی را ورق می زنند. از وسایلی استفاده می کنند که سنگین و دست و پاگیر نیست و قابل حمل است. بختیاری های دانا هزاران سال است که می دانند. بسیار سفر باید تا پخته شود خام. راه کوچ بستگی به حرکت از مبدع و رسیدن به مقصدی خاص دارد و از 3 شبانه روز تا 15 روز حرکت به طول می انجامد. به جرأت می توان گفت لباس های زنان و مردان بختیاری یکی از زیباترین تنپوش های ایران زمین است. اگرچه کم و بیش شاهد سایر پوشش ها که ریشه در سنت این قوم ندارند هستیم، اما هنوز عده زیادی به لباس‌های اصیل بختیاری وفادارند. یکی از جاهایی که میتوان به چابکی زن بختیاری پی برد، سوارکاری این زنان شیردل است. این کلاه‌های سیاه رنگ و استوانه‌ای شکل که نخستین بار در نقوش حجاری شده در کاخهای تخت جمشید و سایر نقوش باستانی دیده شده است، کی خسرو نام دارد. و ردایی که بر روی لباسها می پوشند، چوغا یا چوخا که بلند است و تنپوش مردان بختیاری محسوب می شود. خانوارهای عشایری به برکت طرح برکت که منجر به بهینه شدن ایل راه‌ها گردیده است، در جابجایی‌های خود از وسایل نقلیه ماشینی بهره می‌برند. من جا
سلام به خواهر بری مولایی مولایی هم چه گوشیه بزرگی ترسه اون هم چه اینو هم سلام رد. امروزه فرهنگ کوچ دوچار تغییرات بسیاری شده است. موبایل ها در اطلاع رسانی از موقعیت مکانی به کمک عشایر آمده است. اینجا آخرین نقطه تلاقی استان چهار محال و بختیاری است که ایل بختیاری در این نقطه به اولین منزلگاه قشلاقی خود یعنی چلو میرسد. غذا در حین کوچ از اهمیت بسیاری برخوردار است. غذاهای بختیاری یعنی تنوع، یعنی هر لقمه ریشه در طبیعت ناب دارد. اما در حین کوچ یا استراحتگاه ها غذاها بسیار ساده اند. دو لقمه نان محلی، پیاز و سبزی و عشق، دو استکان چایی برای در شدن خستگی ز تن کافیست. کنار آتش و کتری، مرور خاطره ها، زغال ها، دل عاشق. آهای مرد، دلت را کدام ماه پری چهره بختیاری برد؟ کدام عشق تو را به سوی زمزمه و آه و بیقراری برد؟ زنجیر داره فلک بر گردنم، زنجیر داره. برخی از بختیاری ها پس از تخت قاپو و اسکان اجباری عشایر ناچار به اقامت ثابت در ییلاق یا قشلاق شدند و خانه هایی برای اقامت ساختند. در گذشته بختیاری های ساکن روستا اتاقهایی از سنگ یا خشت می ساختند و روی آن را با حصیر یا نی می پوشاندند و سپس بام را گلندود می کردند. اما امروزه کمترین نوع معماری سنتی در این مناطق مشاهده می شود.
کودکان بختیاری کوچنشین برای تحصیل و امتحانات خود به مدارس شهرها یا روستاهایی که در نزدیکی محل ییلاق و قشلاقشان هست مراجعه می کنند. در گذشته این مدارس از امکانات اندکی برخوردار بودند، اما امروزه به برکت طرح برکت مدارس تازه تأسیس برای دانش آموزان محروم بختیاری افتتاح شده. محرم سال 1387 شمسی تعدادی از طلبه‌های جوان به عنوان مبلغین آشورایی راهی مناطق بختیاری نشین شدند. محرومیت‌ها و سختی‌های زندگی کوچ‌نشینی دل مبلغین حسینی را به درد آورد که حاصل آن نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب می‌شود و به دستور مستقیم ایشان طرح بزرگ برکت به سرعت پیریزی و ظرف 2 سال کارهایی همچون راهسازی، پلسازی، تونلسازی، برق رسانی و احداث مدرسه و درمانگاه به سرانجام رسید. نه رودخانه نه سنگ مزاحم سفر گله های روزی نیست. معاش ایل به این بره های شاداب است. به رد شدن ز هیاهوی وحشی رود است. وطن خیالت تخت، تفنگ و اسب من و ایل پاسدار تو ایم. اگر که سر بکشد دشمنت، سرش برباد. به روز سخت زن و مرد در کنار تو ایم.
شغل اصلی عشایر دامدار است. پرورش دام و تولید محصولات جانبی هم برای امرار معاش و هم برای تغذیه خانواده است. طعم گوشت و محصولات لبنی گله های این سرزمین بی نظیر و زبانزد خاص است. برای هم، همه کنار همند، اگر هزار تنند ولی شبیه طبیعت همیشه یک روح. درخت عاشق خاک و رودها همه در زیر سایه کوهند. چقدر ایل به این شور و پشت هم بودن، به خانواده، به پیوند و همقسم بودن همیشه محتاج است. به این که گوی محبت به هر بهانه بچرخد دست به دست. کوه تاراز بار دیگر قوم بختیاری را در فصل بهار در آغوش سبز خیش می گیرد. سیصد کیلومتر به سمت جنوب تاراز به دینارون و دره چویران می رویم. یکی دیگر از ایلات به این نقطه از ییلاق رسیدند و در حال بنای بهون یا همان سیاه چادرها هستند. نوع مسکن و ملزومات زندگی بختیاری های کوچنشین بسیار قابل توجه و زیباست. سبکی مصالح استفاده شده در ساختن منزلگاه ها و قابل دسترس بودن هر چیز در نوع خود حکایت از معماری ساده اما کارای آن دارد. عشایر بختیاری در سیاه چادرهایی به نام بهون زندگی می کنند. این سیاه چادرها بسته به اندازهشان از 14 تا 20 قطعه یا همون لت تشکیل شده است که هر لت 6 تا 10 متر طول و 40 تا 60 سانتی متر عرض دارد. برای بافتن سیاه چادرها از موی بز که دوام بیشتری داشته و بید به آن نفوذ نمی کند استفاده می کند. از دیگر خواص موی بز این است که در زمان بارندگی منبسط شده و رطوبت کمتری به درون آن نفوذ می کند. در گرما و تابش نور خورشید نیز منقبض شده و چادر را بادگیرتر و خنک‌تر می کند. زنان عشایری بهون را روی دارهای افقی به نام تمدار می بافند.
اطراف بهون را با سنگ پوشانده و جویهایی نیز حفر می کنند که آب باران وارد آن نشود. داخل و بیرون چادر دو عدد گودال کوچک حفر می کنند که به منزله اجاق خانواده بوده و به آن چاله می گویند. کودکان از بچه بزغال‌های شیطان مراقبت می‌کنند. قبل از نصب بهون، سکویی از سنگ به ارتفاع 20 سانتی متر و پهنای تقریبی 70 سانتی متر و به درازای چادر روی زمین می‌سازند. درون سنگ چین یکی دو جا را برای گذاشتن ماست و مشک آب خالی می‌گذارند. این سنگ چین را چل می‌نامند که همیشه در قسمت عقب چادر و روبروی در ورودی قرار دارد. خورجین‌ها، رخت خواب‌ها و سایر وسایل زندگی را روی چل گذاشته و روی آنها را با یک سرانداز که در زبان بختیاری به آن لی گفته می‌شود، می‌پوشانند. ای آسمان، حواست های کجاست؟ گرفته باز دل دختر قشنگ ایل. خبر به ابر بده تکه تکه جمع شود، که چکه چکه ببارد به روی روسری ما. که دشت تشنه، علف تشنه، بر بیتاب است. برای رویش سبزینه، دره بیتاب است. اومان چشم به راه کیارش است. دیر کرده و هنوز بچه بزغاله های گله برات به چاله نرسیده. کیارش خود را گرم می کند، هومان و مادر مشک دوغ را برای شام می زند. چجور؟ مادر پشم می ریزد. آقا برات و پسرانش گوشت تازه بز را که به افتخار گروه فیلمبرداری قربانی کرده بودند به سیخ میکشند. حالا ایشالله های بارا زنه شکرد تا تکه گوشمندان ما بپروشیم لاغلن یه زینه بریمی پیجمان، بعد هم بریم سراغ یکی دیسی هومان. دست رحمت چی بکنیم؟ ایران خواست گویلی خواه خواه پکای برم خواست گویلی تا ساتی اما دور کند یه خوام؟ آه ده سال مخی یه خوام است خواه اما هم نیخیم آه الان گوشتندان گوریم شهر کرد یا داماد کردن پسر جوان آرزوی هر پدر است. قیمتت بیتره نه در این شهر بیتره
مادر بزرگ از دست بوسی نوش خوب می فهمد کیارش راضی به این وصلت هست و بدین صورت از او تشکر می کند. چون در قوم بختیاری انتخاب دختر به عهده مادر یا مادر بزرگ است. یه دست آله ما منتظره دارم بزرگ تو رندو سندامون فروشه این بعد هم یکم بیتره گو خلا هم الحمدلله اینه بارو زنه تا صاب کنه جهنم بچینه گور رنسو من دارم ایدری به خوبی ریشالله با دست درنه کنم در درنه جبران کنیم با انشالله انشالله قطرات باران جای خود را به نور نقره‌ای ماه می دهد. برات و پسران چوپانش تا صبح مراقب گله هستند تا اسیر گرک ها نشود. اینجا دینارون است، نوای بلبل‌های دره چویلان و آغاز زندگی را باز زن بختیاری با تشنداختن به چاله آغاز می کند و چوپانها گله ها را برای چرا آماده می کند. زیبایی دره چویلان به اوج خود میرسد و شیر ماست شد و دوب مشک زدید که روزی همه کس را خدا گذاشته جایی. همین که دود بلند است از بهون یعنی که سفره باز همه را به دور عشق کشیده، علف در آمده از خاک، گله خوشحال است، پرنده را هوای دانه و گلهای تازه در بال است. Thank you.
یکی از نمادهای بسیار مهم و ملی در فرهنگ مردم بختیاری شیرهای سنگی است که در گویش محلی به آن برد شیر گفته می شود. بختیاری ها معمولاً بر سر مزار جوانان، پهلوانان و بزرگان خود شیر سنگی قرار می دهند. میهن پرستی این قوم در تاریخ بارها ثابت شده است. شهیدان عزیز بختیاری در 8 سال دفاع مقدس بهترین گواه این ادعا است. هر قبضه تفنگ علاوه بر شکار و دفاع از کیان ایل، یعنی دفاع از مرز و بوم ایران زمین است. این بره شب گذشته متولد و درست در زمانی که گله از سنگ چین دور شده است، مادر خود را گم کرده و حالا مادر به دنبال بره ضعیف در تلاش برای خوردن اولین شیر مادر است. کیارش به او کمک می‌کند تا طریقه شیر خوردن و راه رفتن و چریدن را از مادر بیاموزد. طبیعت به باورهای اصیل بختیاری احترام می‌گذارد، چون این مردم مهربان سبزه و بره‌ها را دوست دارند. بختیاری ها به اندازه نیازشان از مادر طبیعت روزی خود را می ستانند. به اندازه شیر می دوشند، به اندازه سفره هایشان را رنگین می کنند. سلامتی گله ها در اولویت ها قرار دارد که آسمان به سلامتیشان همیشه بی دریغ می بارد. زمین با کوچ نشینان مهربان است. عشایر با زمین مهربانند. زمین علف به گله ها هدیه می کند. گله ها پشم ها را به دهان قیچی ها می بخشند. این چرخه زیبا، این تبادل بیدریغ قرن هاست ادامه دارد. چی نیبرس؟ شو؟ آه، چای مور؟ یا شام خواست؟ آخه بگو اینه دید، بینگرن؟ سگ گله گوسفندان را پس از پشم چینی بو می کند و تحویل می گیرد. مبادا غریبه‌ای به گله اضافه یا آشنایی کم شود. آه.
داماد می شود و خانواده تشکیل می دهد تا بدین گونه به تش و چاله جان تازه‌ای بدهد، گرما و روشنی بیشتری بیاورد. زندگانی را جلای تازه دهند. دو قنچه وقت سحر عاشقانه می شکفند. دو قلب در نفس گرم خانه می شکفند. که زندگی جاری است، شبیه تور عروس و پیرهن داماد. ازدواج و جشن و سرورهای مربوط به عروسی مهمترین مراسم شادیاور مردم بختیاری است. ازدواج تحکیم بخشنده روابط خویشاوندی و گسترش دهنده تیر و طایفه است. بختیاری ها معمولاً در بین خود ازدواج می کنند و کمتر پیش آمده است که مرد بختیاری با زن غیر بختیاری و یا زن بختیاری با مرد غیر بختیاری ازدواج کند. البته امروز مراسم عروسی در میان بختیاری ها و اهالی چهار محال با توجه به تحولات اجتماعی آنچنان که در گذشته رایج بود برگزار نمی شود. اما به هر حال هنوز هم الگوی کلی مراسم انجام همان رسوم گذشته است. چو تا ایمو آمی قیران و فهم هم قیی ملومین و رمان و هم خوان ابتقا و مر خدایا آیا طاقت بده ای خدا ما، مر خدای طاقت بده دل اردمونه، دل اردمونه.